فصل ششم. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. در روز سبت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در میان ما نیستند؟ به این سبب آنها از او روی گردان شدند. عیسی با آنها فرمود: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند. فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده‌های آن اطراف رفت. بعد 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را دو به دو به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین به آنها دستور داده گفت: برای سفر به جز یک عصا چیزی بر ندارید، نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود، فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین با آنها گفت: هرگاه شما را در خانه قبول کنند، تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید، و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می‌کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. هیرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می گفتن یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگ از او به ظهور می رسد. دیگران می گفتن او الیاس است. عده‌ای هم می گفتن او پیامبری مانند سایر پیغمبران است. اما وقتی هیرودیس اینا شنید گفت: این همان یحیا است که من سرش را از تن جدا کردم، او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هیرودیا قبلا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود. یحیای به هیرودیس گفته بود: تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیای می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد. هرچند هر وقت سخنان او را می شنید ناراحت می شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد. وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت: هر چه بخواهی به تو خواهم داد. و برایش سوگند یاد کرده گفت: هر چه از من بخواهی، حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت: چه بخواهم؟ مادرش جواب داد: سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: از تو می خواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیای را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد.
وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به عرض او رسانیدند. و چون آمد رفت مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود: خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید. پس آنها به تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند. اما عده زیادی آنها را دیدند که آنجا را ترک می‌کردند. مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و قبل از آنها به آنجا رسیدند. وقتی عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت، چون مثل گوسفندان بیشبان بودند. بس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی بیان کرد. چون نزدیک غروب بود، شاگردانش نزد او آمده گفتند: اینجا بیابان است، روز هم به پایان رسیده است، مردم را مرخص بفرما تا به مزرعه‌ها و دهکده‌های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند. اما او جواب داد: خودتان با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند: آیا می‌خواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید: چند نان دارید؟ بروید و ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند: 5 نان و 2 ماهی. عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دسته روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته‌های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، با آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان‌ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردند و سیر شدند. و شاگردان 12 سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از آن نانها خوردند، 5000 مرد بودند. بعد از این کار، عیسی فوراً شاگردان خود را سوار قایق کرد تا پیش از او به بیت سیدا در آن طرف دریا بروند تا خودش مردم را مرخص کند. پس از آنکه عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، قایق به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت 3 و 6 صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می‌زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می‌خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود: جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کون شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. آنها از دریا گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده در آنجا لنگر انداختند. وقتی از قایق بیرون آمدند، مردم فوراً عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بسترهایشان به جایی که میشنیدند عیسی بود بردند. به هر شهر و ده و مزرعی که عیسی می رفت، مردم بیماران خود را به آنجا می بردن و در سر راه او می گذاشتن و از او التماس می کردن که به بیماران اجازه دهد دامن قبای او را لمس کنند و هر کس که لمس می کرد شفا می کرد.